نمیدونم چی کارشون بکنم. به این راحتی هم نمیشه این جنس رو از بین برد. نمیشه بریزیشون توی چاه؟ نه بابا، و گندش همه جا رو بر میداره. پولش چقدر میشه؟ نمیدونم، ولی باید خیلی بشه. کاش میتونستی بفروشیش کازم. میدونی اگه بفروشیش با پولش چه کارایی میتونیم بکنی؟ آخه به کی میشه گفت ما این همه جنس داری؟ فقط کافیه دهن باز کنی، یهو متوجه میشه که همه جا پیچیده. اون خدا بیامرزم عجب ارثی برامون گذاشت. آره، نه از زندهش به ما خیری رسی، نه از مردهش. حالا تو سعیتو بکن بلکه بتونی بفروشیش. ببین اکرم، مطمئن باش که این پولا راحت از گلمون پای نمیره، آخرش یه جوری باعث درد سرمون میشه. میترسم از این یه لقمه نون راحتی هم که میخوریم ها بیفتی. به نظر من تو عجله نکن، یکی دو روز صبر کن تا بعد ببینیم چی میشه. کی یعنی؟ نمیدونم کی ممکنه باشی؟ نمیدونم. بسن ببین، تا مطمئن نشدی داره باز نکنم. کیه؟ باز کن. منم علی. سلام سرداداش. کاظم خونه هست؟ آره بیا تو. بیا تو. ماما اینجا چطوره؟ برمیسن. همشون خوب هست. کاظم تو حیات. باشی میرم پیشش. سلام داداش. سلام. چطوری؟ بد نیستم. تو خوبی؟ ای بد نیستیم. چرا همچین دماغی؟ چیزی نیست. دیشب تو صبح خوابم نبرد، همش تو فکر بودم. ببین علی، فکر کردن نداره، این یه ارثیه شومیه که برامون مونده. فقط باید دید ببینیم آخرش چی میشه. آخرش آخری نداره که. جنسار یه مشتری براش گیر میاریم و میفروشیمش. این کار به این سادگی هم نیست علی، ترسم برامون درد سر بشه. درد سری نداره، فقط کافی مشتری مطمئن واسش گیر بیاری بعد همه رو رد میکنیم بره. کی رو میخوای پیدا کنی؟ تازه اومده آدمش هم پیدا کردین. تو جرأتش داری که بگی همه جنس داری؟ لازم نیست همه رو یه جا بفروشیم، خورد خورد میفروشیم، یک کیلو یک کیلو. اونش با من نمیدونم والا، میترسم برامون مصیبت بشه. مصیبتی نداره، اگه حواسمون جمع باشه هیچ اتفاقی نمیفته. اولش همه اینو میگن، ولی آخرش ای بابا، چه اینقدر توی کار نمیاری کازم، بس کن تو رو خدا. باشه، ولی مواظب باش، میدونه اگه بگیرندمون. ول کن دیگه تو رو خدا، بس کن. من میرم کار راستی ریس میکنم، اوزا که درست شد خبرت میکنم. خداحافظ. زنده داش. زنده داش. خداحافظ. من اگه داری میری؟ آره میرم. سلام برسیم. باشه حتما. چی داشت میگفت؟ هیچ، میگفت جنسه رو باید برفوش. ببین کازم، یه وقت برامون دردسری پیش نیادا. نمیدونم. دیگه فکرم کار نمی کنه.
سلام علیکم. سلام قربان شما. بفرمایید. خیلی ممنون. تسلیت عرض می‌کنم. سلامت باشید. سلام آخرتون باشه. تشکر. ببخشید احضاری است که در رابطه با چند تا سوال فرار تشریف این کمیته. اتفاق افتاده؟ خیر، مسئله خاصی نیست. در رابطه با پدرتون که اون دو نفر درگیر شده بودن. باشه چشم. کجا خدمتتون برسیم؟ آدرس قید شده داخل پاکت. چشم. خیلی ممنون. بفرمایید منزل. لطف کردید. تشکر از شما. ببخشید. خواهش می‌کنم. گفته که بعد از فوت پدرتون جز شما کسی اونجا رفت آمد نمی کرده. خب حتما اشتباه میکنه، ما اونجا کاری نداشتیم. شما چی؟ منم همینطور. من سالها بود که با اون خدا بیامرز قهر بودم. بله، ولی برای ما مسلمه که پدرتون جنسا رو جایی قایم کرده و ما باید بدونیم که اون جنسا کجا مخفی شده. فکر میکنم بهتر بود شما نجاری رو میگشتین. گشتیم، ولی جای جنسا تغییر کرده بود. خب حالا چه کمکی از دست ما برمیاد؟ ما دنبال یه سرنخ میگردیم. باید بدونیم که این دم آخری پدرتون با چه کسایی رابطه داشته و یا با کسی راجبه این جنس صحبت کرده یا نه. اون زیاد با ما قاطی نبود. رو همین حساب فکر نمی کنم بتونیم کمکی به شما بکنیم. چرا نمیخوابی؟ خواب تو چشم نمیام، همش دلم شور میزنه. یکم شهامت داشته باش، بعضی مدتی همه چی تمام میشه و راحت میشی. چی راحت میشی؟ الک الکی شب عیدی گرفتار چه مصیبتی شدی؟ داشتیم راحت زندگی اونو میکردیم. نمیدونم چی بگم. اگه فکر میکنی ممکن اتفاقی بیفته، هر جور که خودت صلاح میدونی بکن. نه دیگه بحث این حرفا نیست. موضوع اینه که بعد آتیشی تو جونم افتاده. آره بعد آتیشی تو جونم افتاده. خودت غیر از پیرمرده به کسی شک نداری؟ نه، کار خودشه. اون انقدر کنس بود که به خاطر پول هر کاری میکرد. این که چیزی نیست. بچه‌هاشو میشناسی؟ زیاد نه، ولی پسر کوچیکی خیلی بهش نزدیک بود، اونقدر که با همه خصیصیش هر وقت پول میخواست بهش میداد. تو فکر میکنی پسر کوچیکه جای جنسا رو بدونه؟ نمیدونم، ولی همینقدر میدونم اونو زیاد تو کار خلاف نیستم. اسم تمام رفیقاتو تو این برگه بنویس. من رفیق زیادی ندارم. باشه، هرچی که هست بنویس. باشه، چشم. تو رفیقات چه کسی از همه به تو نزدیک تره؟ یه پسر هست اسمش غلامه، بچه آبادانه. اونم با تو دستش توی یه کاسه هست؟ اولا زیاد بود، ولی یه سالی میشه که خودش زیاد قاطی نمی کنه. میترسه بگیرنش. خیلی خوب، آدرس کاملش اینجا یادداشت کن. باشه. اسمت چیه؟ اسم غلام چاپوکا، ولی صدا میکنم قلو. بچه کجایی؟ بچه آبادان هستم. چند سال اومدی تهران؟ یه 15 سالی میشه. شغلت چیه؟ وقتی اومدم تهران خواستم آرتیست بشم. آرتیست چی؟ آرتیست سینما که و یه تنها چیزی که نصیبم نشد آرتیست شدن بود. تا به خودم اومدم
توی کار قاچاق افتاده بودم. خب چند تا سوال میخوام ازت بکنم، فقط دروغ نگو. قول دروغی میگه که اون آدمی که تو بازپرسی دیدی میشناسیش؟ از وقتی که وارد تهران شدم میشناسمش که، اسمش محمده، تو کار قاچاقه، خیلی خوب میشناسمش. تا حالا چقدر برایش قاچاق فروختی؟ حسابش دستم نیست، از وقتی که بگی بگی شد ما دیگه کنار گذاشتم. حالا حاضر با ما همکاری کنی؟ آکا با جون دل، خدا هم خسته شدم. خلام من یه مقداری اسمم قلومه، باز کنید. سلام خواهر. سلام. ببخشید مزاحم شما. علی اینجاست؟ علی نیستش. میشه بگین کجا رفته؟ رفته پیش داداشم. آدرسش رو دارین؟ ببخشید شما؟ یه کار واجعی باش دارم. اسمم قلومه. بله. آدرسش خیابون منوچهری. منوچهری؟ بله. پلاک 20. بله. طبقه دوم. یه تولیدی مال داداشم. یعنی پیش کاظم رفته؟ بله. خیلی ازتون ممنونم. اگه اومد این قلو در بده دنبالت میکرده. باش. خیلی باش کار دارم. آره تو همیشه آخرین نفری هستی که میری اینجا؟ آره بیا اینجا بیا اینجا بس مثل اینکه اتاق مشتری من داداش چی؟ تعطیل آقا تعطیل بابا کاظم آقای گفتم که تعطیله بابا کاظم آقای علی آقا کار دارم فرمایش شما خودتون هستین؟ بفرمایید اسمم غلام چاپوه که خب به چه آبادن هستم خب ولی به میگم گلو خب رفیق هوشنگ هستم هوشنگ خان نمیشناسمش هوشنگ خان نمیشناسی؟ نه همین که بابا دعوا شد پسر توپل چشم رو مشکیه رفیق محمد گفتم که نمیشناسمش اهل زایدانه دستشم تو کاسه خلافه با چاق چیه خب این حرفا به ما چه ربطی داره؟ ای برادرت کار؟ آره علی داداشمه میتونم اینجا حرف بزنم کسی نیست؟ آره حرفتو بزن هوشنگ خان از زایدان یه مقدار جنس واسه ما آورده بود کار که امانت گوش پیش پدرت البته او جنس هم آره یه دفعه فهمیدم که بابات مرده البته ببخشید خدا رحمتش کنه کار خدا بیامرزه رفتگانش مرد خوبی ببین آقا اسمت هم یادم رفت اسمم قلوه که خب بگذاریم ولی فکر کنم دنبال اون کسی که اومدی ما نیستیم اشتباه گرفتیم بفرمایید یادت که ما که اول گفتم دنبال کاظم آقا و علی آقا اسم خدا هم قلوه خب اشتباه نگفتم حالا بگذاریم این جنسی که میگی چی ها؟ جنس ها که تریاک ها چی؟ چیسته بزرگ تریاک ماله بود همین جمعون من نمیدونم تو راجع به چی صحبت میکنی که ما که صحبت کردم گفتم که تریاک دو کیسه تریاکی که امانت میشه پدرت بوده من فکر کنم سرش به تنه زیادی بلدو. کرده داداش گفتم اشتباه گرفتی بیا برو بیرون آخر شب بیا برو اختیار داری که یه حرفا چیه البته عقده که ما اعتماد نداشته باشین ولی میتونی ما حساب کنید ببین گفت که بد که بفرم بیرون بفرم عقده با اعتماد نکنی بیا کار آره این تلفن خونه برادرمه میتونی یه زنگی بهم بزنی یا بیا خب حتما آقای عزیز یک مرتبه گفتن اشتباه گرفتی بیا برو بیرون بیا فردا چند
ما بی قلقش بودم خدمتون. اگه جنس ها پیشتونه مشتری خوبی برات دارم. بیا کا. تلفن خونه برادرم جعفر کا. یه زنگی بهم بزن. باشه. بفهم. کارم میکانیکی هم هست. اگه خواستی میام بعد نر تعمیر میکنم. خدا حافظ کار. اسم قلوبه. فراموش نکنم. خب بس اینطور حالا فهمدم اون جنس ها چجور به دست بابا رسیده. آره ولی از کجا فهمیده که جنس ها دست ماست؟ شایدم داره یه دستی میزنه بچه زننگی به نظر میرسه. میگم علی چه؟ کاش جنس ها رو بهش داده بوده. نه این کار بچگیه، نباید به اون اطمینان بکنیم. شاید هم اون داره دستشو توی سفره ما میکشه که با ما شریک بشه. نباید گول حرفشو خورد. بریم. راست میگی. ممکنه دو رو دیگه بیاد مالک جنسا بشه. آره زیاد تبلیش نگیر. بریم بریم بریم. بریم. سلام علیکم. سلام. ببخشید مزاحمت شدم. حالت خوبه؟ خیلی ممنون. بشین. وایزت. خواهش می‌کنم راحت باش. خب چی شد؟ هیچی، اینا عاشق میکنن که جنس دارن. بگی من اونم شاید جنسا پیش اینا نباشه. وقتی بهشون گفتی عکس العملشون چی بود؟ هیچی. عاشق میکنن که اصلا جنس دارن. احتمالاً اگه جنسا دست اونام باشه، دفعه اول بهت اعتماد نمیکنن. در هر صورت باز باهاشون رابطه برقرار کن. اتفاقا وقتی که مدام تلفن خونه برادرم بهشون دادم گفتم بازم باهاتون تماس میگیرم. راستی یه چیز دیگه. بله. من به یه آدم دیگه هم مشکوکم. کی که؟ الان آدرس رو بهت میدم، برو باهاش رابطه برقرار کن. چشم، برو چشم. ولی مواظب باش فقط به ما کلک نزنی. قولم وقتی دست مدرگی میده کلک تو کارش نیست. اگه گردنش بره قولش نمیره. آسابه بله. دوتا نمجه شکسته دوتا باقلی شما باشه چشم باشه دوتا نو بله. خواهش بقا جانم سلام. بله آقا سلام. سلام. من فردا ممکنه نیام. بله. مواظب بچه ها کارخونه باش. چشم. ما کاری ندارید؟ قربان شما. خرس. خدا حافظ شما. آساده. سلام داداش. سلام. خسته نمیشید. حال شما خوبه؟ علی آقا گور. چطور علی جان؟ خسته نمیشید. بد نیستم. خیلی ممنون. کجایی پسر کم پیدایی؟ ای چی خونه بودم. راستی علی جان. جانم. یه دقیقه صبر کن. قاسم جان. بله جان. قربونت فدات شم. دو کیلو شیرینی از این پایین بگیر. دست درد نکنه. ببخشید. آقا ساده بله. اون روغن رو ببر انبا. چشم. روغنش کنو بیار. چشم. فدات شم. بده بابا جون. احمد جون. بله. تو میخواستی بری خونه امروز؟ بله. برو بابا جون. برو به کارت برس. برو بابا. برو عیزم. میگم کارگاه تعطیل شد؟ آره بابا. اینجا باز خودمونه. ببینم جونه. این یارو که قرار بود جنس رو بیاد ببره پیداش کردی؟ آره اتفاقا دنبالش بودم. خب. احتمال داره که همین روزا بیاد و جنس رو نصفش رو ببره. خب قیمتشو باش تموم کردی؟ آره هر کیلو 90 تا 110 هزار تومان اتفاقا باش صحبت کردم. خب پس با این حساب یه چیز حدود 1,000,000 خوردی سهم من میشه نه؟ ببینم چجوری حساب کردی؟ هیچ دیگه 50 تا 50 من. نه کاظم ببین کاظم چون این یه ارثیه بود که بابا برای من گذاشته رفت. بدبختیش هم که من کشیدم. تازه مشتریش هم که من جور کردم. خب که چی؟ به چی؟ 2/3 مال من، 1/3 مال تو. ببین علی حالا که اینجوریه همه جنس مال تو. یه همش که مال من هست. فقط قصد من این بود که یه پولی هم گیر تو بیاد. الحق که بچی اون خدا بیامرزی خون کنسی و خصیصی تو رگای تو هم هست. حتی که میخوای حساب کن من برای پول اون جنس ها نقشه ها کشیدم. ناراحت نباش حالا اگه شد کمی بیشتر بهت میدم.
لازم نکرده دست لباس باشی. یه جنسه رو بردارو برو، همش مال تو. ملی خودتو، هرجور دوست داری. کاری نداری؟ به سلامه. خونه میبینم ایت، خداحافظ. جنسای ارسیه من. سلام کازم آقا. خسته نباشی. سلام. بس که باز این دستگاه ایپد کرد. آره قربونت، سرویسش بکن. امروز من حوصله‌اش ندارم. میرم خونه. برو امید خدا، من خودم درستش میکنم. باش. خداحافظ. خداحافظ. بازپرسی سه روز بعد حرف بزنیم. با همون قاضی ما. آره درسته. و هیچ جریانی نیست که پرونده رو تغییر بدیم. حسرش نداشتم. چی؟ چرا نراتی؟ چیزی نیست. چرا؟ یه چیزی هست که نمیخوای به من بگی. گفتم که چیزی نیست، فقط یه کمی خستم. علی به حق خودش قانونی نیست. مگه چی میگه؟ میگه من سهم بیشتری میخوام. تو بهش چی گفتی؟ منمش گفتم اگه تموم جنسا رو بریزم تو چاه، نمیذارم یه ذره تو بیشتر از من سهم ببری. تقصیر خودته. از اول بهت گفتم علی رو تو این جریا قاطی نکن. گفتم یا نه؟ دیگه از این حرفا گذشته خانم. حالا باید یه فکری کرد. فکر کردن نداره. آخر علی با این بچه بازی سر ستاییمونه به باد میده. اگه ندارم موقعیتتون سخت‌تر میشه. اگه موقعیت وجود داشته باشه. متأسفم خانم اکرم. برای شما خطری نداره. ببین من یه فکری کردم. چه فکری؟ فکر کردم که جنسا رو بریزم جلو علیو، اونو به خیر و ما رو به سلامت. تو همیشه خدا همین کارو کردی، همیشه غر کردی وسط کار گذاشتی که اونا بخورن. خانم میگی چی کار کنم؟ دوست داری علم شنگه بپا کنم؟ نه من میگم زرنگ باش. ببین تا حالا هیچکی به فکر تو نبوده، حالا که یه موقعیتی برات پیش اومده لااقل خودت فرصت رو از دست نده. خب شما میگین چی کار کنم؟ من نمیدونم، خودت باید یه فکری بکنی. همین مهمه. ولی باید چه فکری بکنی؟ میتونم براتون توضیح بدم که من کاملا حق دارم روز بازپرسی رو به موکلم. ببین من میگم جنسا رو خودت ببر بفروش. سهم خودتو بعد از سهم علی رو بهش میدی دیگه، مگه غیر از اینه؟ من به علی کلک نمیزنم.
بابا جون آخه این که کلک زدن نیست، سهم خودتو وقتی ورداشتی بقیه هرچیمون سهم اونم میدی. کاری نداره، این مرد مگه جنسا رو نمیخواد، ببر بهش بفروش. بعدم برای عید ما میریم اهواز پیش ماما اینا، و وقتی هم که برگردیم علی از عصبانیت افتاده، سهم علی رو از همونجا براش میفرستی. غیر از این هیچ کار دیگه ای تو نمیتونی بکنی. هی میگه نمیدونم، آجون نمیدونم نداره، همین فردا برو مرخصی تو بگیر. همه رو به دست آوردیم، افراز کردی بهش زنگ زدی. والا اتفاقا الان میخواستم به زنگ بزنم. خب من در خیلی خواه بگو. بگو آقا غلام، میخواستم بهت بگم که کازم آقا موازه باش نخوا در نره. چشم آقا الان میرم سر کار. آره میخواستم بگم که جنسا پیش منه. ولی کام و خودم میدرستم، ولی گذاشتم تا خودت بهم بگی. خب حالا خریدارش هستی؟ چند کیلو؟ شیلوشو نمیدونم ولی باید 45 کیلو باشه. کی تحویل میدی؟ برو سر کاره. چشم آقا الان میرم، دو دقیقه. فردا تو میدون راحت. اونجا چرا که؟ اونجا راحت تره، چون تصمیم دارم از جو برم مسافرت. باشه بهت خوش بگذره. پس تا این یارو نیومده فردا تو میدون راحت. فقط یه چیزی، پولش نقد برام بیار. خیال درد باشه تو. قلون هستی احساسی نمی کنه تا از اون بچه ها درستن ها خدا خدا آره.
سلام. حالت خوبه؟ الحمدلله. مادر مایی چند روزی میریم مسافرم. کجا میخوام؟ میریم احواز. خونه کسی نیست. خب آقاست باشه. قربان تو خدا. آقا نیستم. نیستم؟ نه خیر. کجا رفتم؟ مسافرت. مسافرت؟ بله. کی رفتم؟ پیش از با شما. مسافرت. نگفتن کجا میری؟ اهواز. اهواز؟ بله. مطمئنی؟ بله. مرسی. وقت بخیر بفرمایید. وقت شما بخیر. ما هم اکنون در میدان راهن هستیم. سوژه به همراه دو چمدان. دو چمدان وارد اتومبیل مخبر شد. در ضمن همسر سوژه نیز وارد ایستگاه راهن شد. معرض بچسبید. ساعت 6:05 دریافت شد. ممنون میشم که به مراقبت خودتون ادامه بدید. در ضمن یکی از برادران به تعقیب همسر سوژه بپردازه تا در صورت اعلام قادر به دستگیری نموده باشه. مفهوم شد؟ با سنده اجرا تماس بگیر بگو جنسه رسید. ما دنبال زنه میریم ایستگاه راهن. بگو بیان اینجا. باش. جنسه رو میتونم ببینم؟ لعنتی اینجا میگی میشه جنس دید. اشکال نداره یه باش نشون بده. خیلی خوب. بیا. مسافرین قطار فولادی تهران علیمش اهواز ساعت 15:40 تقاضا می شود عصبی است خط 6 به قطار سوار شوند. لطفاً توجه فرمایید. مسافرین قطار فولادی تهران علیمش اهواز ساعت 15:40 تقاضا می شود عصبی است خط 6 به قطار سوار شوند. لطفاً توجه فرمایید. مسافرین قطار فولادی تهران مراقب تقریب ساعت 15:45 تازم شود عصبی یک خط 2 به قطار سوار شوند. این همه پولا دادی سر قولم بودم یا قولو اعتماد کن. شیش وقت بخیر بفرمایید. وقت شما بخیر. طبق اعلام قبلی مبنی بر وارد شدن همسر سوژه به کوپه قطار مستظر باشید. شخصی به نام علی که برادر سوژه مورد نظر هست
فرسیمه وارد قطار شد و با همسر سوژه در حال نزاع لفظی باشه. مرد بشکرم. سند 6 پیامتون دریافت شد. ممنون میشم به محض رویت شدن جنس توسط مخبر در میدان راهن شما هم نیز وارد کوپه بشید و افراد مورد نظر دستگیر و به همراه متهمین انتقال بدیم به ستاد. مفهوم بود؟ هنوز ادعا میکنی که بهت تهمت زدن؟ ما باورم نمیشه. برام دشمنی میکنن. کی برای دشمنی میکنه؟ تو خودت برای خودت دشمن درست کردی. همه اینا دروغه. دارین با من شوخی میکنین. شوخی؟ هیچ کس شوخی سرش بالای دار نمیره. کدام دار؟ همون داری که انتظارتو میکشه. دار؟ بعد از دستگیری کلیه متهمین پرونده توسط اداری کل مبارزه با مواد مخدر کمیته انقلاب اسلامی و تحویل آن به مقامات قضایی، حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب به شرح زیر می باشد. 1. هوشنگ رضایی معروف به هوشنگ خان به جرم حمل و خرید فروش بیش از صدها کیلوگرم مواد مخدر محکوم به اعدام. 2. محمد کابلی به جرم شرکت مستقیم در خرید فروش بیش از ده ها کیلوگرم مواد مخدر محکوم به اعدام، ولی به خاطر همکاری با اداری کل مبارزه با مواد مخدر با 1 درجه تخفیف محکوم به حبس ابد. 3. کاظم سمیعی فرزند رستم به جرم حمل، نگهداری و فروش بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر به مأمورین محکوم به اعدام. 4. علی سمیعی فرزند رستم به جرم داشتن اطلاع از مخفی شدن بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر و عدم اطلاع به مأمورین محکوم به زندان. 5. اکرم مرادی به جرم همکاری با همسرش در مخفی نمودن بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر محکوم به زندان. امید که با اجرای طرح جدید مبارزه با مواد مخدر دیگر شاهد تکرار این گونه وقایع در جامعه نباشیم.